بر باد رفته آدمی، بی سرزمین است، دلواپسیهاش به قطر نقطه چین است. از دوست و دشمن ندارد کینه انگار، از دوست و دشمن ندارد کینه انگار، اهلی شده با مارهای آستین است. با خاک یکسان کردندش دوستانش، از دشمنانش گر توقع بیش از این است. شاعر شدی مثل من دیوانه، غافل از این که اعمال تو زیر ذره‌بین است. وقتی که روی دست بالا می برندت، با نیت کوبیدن تو بر زمین است. ابروی تو چون ماه تیغ آب دیده است، ابروی تو چون ماه تیغ آب دیده است، زیباییت کار کرام الکاتبین است. باید حذر کرد از دل دیوانه که عمری شبیه شیر زخمی در کمین است. گاه مسلمانی تو با ما گاه کافر، گاه مسلمانی تو با ما گاه کافر، ابروت مرز انشقاق کفر و دین است. باید فراری شد از این شهر که در آن، باید فراری شد از این شهر که در آن، یا جای من یا جای اسما بهترین است. من میروم طاقت ندارم که بگویی، من میروم طاقت ندارم که بگویی، دنیا همین بوده و تا آخر همین است، دنیا همین بوده و تا آخر همین است. نیمه روز دوشنبه تان بخیر. آرزو میکنم امروز شما متفاوت از روزهای گذشته آغاز شده باشه. برنامه زندگی را با گونه زنده و مستقیم بیننده هستین و مهماندار است و مثل روزهای گذشته مهمان امروز هم جناب وکیل نایبی صاحب مجموعه دهکده خیال که مجموعه دو بیتی ها است. امروز بیشتر صحبت می داشته باشیم با آقای وکیل نایبی پیرامون سروده هایشان که چه انگیزه باعث شده به شعر و شاعری روی آوردن، چه کارهایی را در این حوزه انجام دادن، مجموعه های ازشان چاپ شده یا نه فقط همین یک مجموعه، و سوالات دیگر که همراهی شما خوبان را خواهانم تا پایان بیننده باشین. جناب نایبی نیمه روز شما هم بخیر باشه. سلامت باشین. تشکر از شما، تشکر از برنامه وزینتون و یکی از بیندای برنامه تون است. واقعا برنامه خوب وزین و سنگین است و بی تردید علاقه مندای زیادی دارن. این لطف و مهربانی شماست جناب نایبی. میایم سر کارها و فعالیت های شما در حوزه شعر و ادب. چه مدت زمان است که قلم برداشتین؟ خب شما لطف میکنین که با ما از آدرس یک شاعر صحبت میکنین، اما ما در محافل خصوصی با دوستان هم گفتیم و در محافلی که رسمی بوده یا مصاحبه بوده، ما یک خواهش داشتیم که گاهی ما به خودم این حق نمیتونم بیایم از آدرس یک شاعر وارد بحث شوم، اما اینکه دوستان لطف میکنن. ما تقریبا سن 10-11 ساله بودم که در وقت مکتب های به اصطلاح موقتی زمستانی داشتیم به دلیل بمباردمان روزها. ما در اونجا درس میخوندم، باز ما سرتیم ترانه بودم. وقتی که اونجا شاعرهای محلی شعر میآوردن، ما در ترانه در سرتی میترانه بودم میخواندم. واقعا یک انگیزه برای ما پیدا شد حدودا 12 ساله یا 13 ساله بودم که اولین شعری به نوع شعرگویان در وقت سرودم که شعر نبود و هنوز فراموش مم شده. خب این مسئله دوام کرد تقریبا 3 سال. باز اولین بار یک شعر در وصف یکی از قماندانانی که از محل ما بود شهید شده بودن در جنگ های همون زمان، یک شعر به اونا سرودم، یک مرثیه که اون یکی از هنرمندای محلی خواند. از اونجا بود که به اصطلاح شعر ما رسمیت پیدا کرد و من وارد مرحله شدم که شعرهای ما را دوستا و یا کسایی که میخوانند بپسندند. همین است که تا فعلا حدودا کمتر از 100 یا بالاتر از 100 غزل یا شعر کلاسیک در قالب مستزاد و مخمس و غزل سرودیم و بسیاری از هنرمندان محلی هم خواندن. و چند سالی پیش وقتی وارد دنیای مجازی شدیم، بحث تکنولوژی ها توسعه پیدا کرد و دنیای مجازی رنگ گرفت، روی آوردیم به سرودن دو بیتی که من یک مجموعه که پیش شما هست و آره کم کم ربایی یا تک بیت هم می سرایم.
اما آنچه از دغدغه های درونی است نه بایست یک شاعر و بایست یک شهروند به این رئیس شرکت، برای خودم حق میتونم که آنچه که دارم با دوستان و مخاطبین شریک سرچشمه بسازم. دغدغه های درونی از سرتیم قرار گرفتن آغاز شد یا نه مسائل دیگی هم در پشتش خب بود؟ علاقمندی یا امو استعدادی که در وجودی مبود مبنی بر شعر، چون هر مسئله دیگر میشه پیش یک استاد آموخت، اما شعر تا یک قرینه داخلی نباشه نمیشه از کسی فرا گرفت. وقت در ما با خواندن ترانه و شعر و سرتیمی ترانه بودن ظهور کرد و نمایان شد که من میتونم مثلا ادامه بتم. اما در زندگی انسان ها بدون شک متحول است و حرف های در زندگی شخصی آدم میاد، و خصوصا ایام جوانی و نوجوانی که آدم با گذشت هر روز بزرگ شده میره، با طبیعت با محیط با زیبایی ها آشنا میشه، دغدغه هایش هم زیاد میشه. عواملی هست که سبب شد که این شعرها را ما بسرایم، اما ای همش دغدغه ها قابل بحث نیست اینجا. ای دغدغه ها و تحولات چقدر نوشته های شما را تغییر جهت داد؟ خب ما واقعا به دلیلی که مردم خانواده هم یک بچه نازدانه خانواده بودم و کمی راحت تر بودم نسبت به اون چی محیط و خوشبخت اطراف و بچه؟ اطراف محیط و منطقه، فرصت بیشتر برای دم محیط بسته و اطرافی سبب شد که من پیش ملا کتاب های شاعرای بزرگ بخوانم، مثلا حافظ، خوشحافظ، بیدل، یوسف زلیخا و میر غیاث الدین، اینا کتاب هایی هستن که ما در پیش ملای مسعود خوانیم در اوائل، و اینا سبب شد و آسته آسته بعد عوامل دیگه هم که وارد مرحله زندگی ما شد که ما را متحول ساخت. در پلی که بعد مثلا آمدیم کاری، جناب نایبی کدام عوامل دیگی آمد وارد زندگی شما شد؟ خب یا باز هم دست ما را میبندین که قابل بحث نیست؟ خب زندگی شخصی هر انسان یک نظام درونی خود داره که نمیشه آدم به همه بپردازه، اما عواملی بود که ما را کشان و یک عمر رسیدن به یک خواست و رسیدن به آنچه که میخواستی سبب شد که ما صاحب این دغدغه ها شویم. خب این همه دغدغه ها یعنی به خاطر رسیدن بوده، بالاخره شما رسیدین یا نه در راه هستین؟ خب حداقل قانع هستیم، قانع شدیم. اما این قناعت از کجا حاصل شد؟ شما میخواین که به اصطلاح چی میگن ما رو در جنجال های خانوادگی درگیر بسازید؟ نه خواهش میکنم. به هر صورتش من قسمی که دوستا میفهمن من بسیار خرد بودم، یعنی هنوز شرایطی که من بخوایم ازدواج بکنم هنوز شرایط شنا داشتم، تصادفا ازدواج کردیم. یعنی تصادفی بود دیگه ها؟ ازدواج اولی تصادفی نیست، که شوق علاقه، شوق علاقه نایبی. پدر و مادر بود که میخواستن به اصطلاح یک عروس داشته باشن و یک عروسی بکنن، چون شرایط هم خراب بود، عروس بم قربانی بود. خاص شما را دیگه ساختن و در به هر حال حقیقت. من قربانی نمیگم، چون هر پدر و هر مادر شوق علاقه داره و هیچ کس خانی سرنوشتی بدی فرزندش نیست، اونها یک علاقمندی خاص داشتن. بعدا که شرایط متحول شد و ما هم آمدیم آدمی اطرافی شهری شدیم، هم میگه خدا اطرافی را شهری نسازم، هم که آمدیم شهری شدیم شما هم دوست آستین بلند کردین دوست برای بلند گرفتن زن شهری دیگه. تقریبا چنین چیزی. و این مجموعه خب دغدغه هایی است که از او قصه ها ناشی میشه، از او قصه ها سو هنوز این قصه ها ادامه داره. یک قسمتش رسیدن بود و حالی نمیشه که مثلا با آدم استاد و توقف کرد دعای شخان. بله جدا از هر مسئله دیگه، کسایی که در گذشته ها بودن چیزی که از اونها ماندگار است برای نسل ما و ما میخوانیم و در زندگی روزمره مون او را مثلا تطبیق میکنیم یا از او لذت میبریم یا باعث سرگرمی مون میشه، باعث انکشاف ذهنی مون میشه، و ما هم به عنوان یک کسی که حداقل در روزی که نباشیم هم حداقل یک چیزی برای نسل های بعد باشه و اونا بفهمند حداقل شرایط امروز که مردم و کسانی که در این شرایط زندگی میکردن چه حال هوا داشتن. بیشتر در پهلوی که اکثر شعرهای ما شعرهای عاشقانه است مطابق ذوق جوانا و چی است، ولی بعضی حرفهایی از شرایط و ناگواری های زمان هم هست که
مثلا نسل بعد میتونه که بفهمه که زندگی این دوره انسان ها چگونه در این سرزمینی خشونت سپری شده. خوب است چند نمونهش را به خانش بگیرین که ما بیشتر آشنایی حاصل کنیم با نوشته های شما. دوستانی که تازه به برنامه خودتان پیوستین، اینجا وکیل نایبی شاعر مهمان ما است و پیرامون کارها و فعالیت هایشان در حوزه شعر ادب صحبت داریم. خوب است که با اشعارشان بیشتر و بیشتر آشنا شویم. تشکر. ما ابتنا مجموعه دو بیتی است روی دست از سکند تازی میخونم براتون، اگر فرصت وقتی یاری که غزل هم میخونم، ربایی هم میخونم، خوب تک است بیت هم میخونم. ما انشاءالله. در اختیار هستیم چیزی که شما عمل بفرمایید. خواهش میکنم. شقایق فصل پاییز است، برگرد چمن بیرنگ فاییز است، برگرد برای رویش سبز طبیعت، فقط یک بوسه جایز است، برگرد. تو رفتی به بهانه گریه کردم، شکستم بغض خانه گریه کردم، دو بیتی های دلتنگی سرودم و از جبر زمانه گریه کردم. بیا باران که همرنگ تو هستم، سرودی سرد آهنگ تو هستم، چی زیبا میزنی بر صورتش بوس، و من حیران به نیرنگ تو هستم. خرابی درد ناهنجار، های های اسیر خاطر بیمار، های های بیای بر مزار یأس عاشق، که دارد اشتیاق یار، های های. منو تنهایی و یک شعله درد، و گیتار فراق و نغمه سرد، به یاد خاطراتت زنده ام لیک، نه آن عاشق، فقط یک مرد شبگرد. چقدر درد داره آقای نوبی سروده های شما. خب باز هم تک بیت از خودم که ای هم درد داره، گهی خنده کنم از غم، گهی گریه پی گریه، چنان درد می دهد این عشق به مثل ژاله در لاله. زنده باشین آقای نایبی، زندگی با شعر چگونه است؟ ما فکر میکنم شعر خب از بدوی زندگی انسان ها در روی زمین، تا حال که شعر به گونه مختلف در جوامع مختلف در شرایط مختلف ادامه داشته، فرق میکنه و هر کس برداشت خود داره. من فکر میکنم هرگاه این پدیده درونی و دغدغه درونی مرا به عنوان یک شعر اگر از من بگیرن، یعنی قابلی باشه که از من بگیرن و دیگه قابل استفاده نباشه و من نتونم به او ادامه بتم، احتمال فکر کنم یک انسانی است که روحن مرده و تنها راه میگرده. جدی در این حد زندگی ما تنها با شعر هست که خوشایند است. شاید روزگار شده که ما صاحب جایگاه و پول و پیسه هم شده باشیم، ولی هیچ چیزی به اندازه سرودن یک شعر و خواندن یک شعر و پناه آوردن در انگام یک درد به یک شعر برای من لذت بخش نبوده. بسیاری گاهی دوستان میگن که تو زیاد در صفحه مجازی در فیسبوک هر روز حداقل یک تک بیت میگذاری، یا هفته دو تا سه تا. بسیاری فکر میکنن شاید همه این اثر شوق و عشق و علاقه باشه. نه، گاهگاهی به خاطر نابسامانی که در جامعه ما وجود داره، حالات را که ما میبینیم برای خانواده ها، برای فامیل ها، وقتی که دق میاریم، وقتی که به اصطلاح عامیانه با خودمون درگیر میشیم، با سرودن یک شعر خودمون رو قناعت میدیم و در حقیقت پس از خدا به شعر پناه میاریم و در پشت یک شعر خودمون رو پت میکنیم، تا اینکه حداقل همون شعری معروف است که خنده بر لب میزنم تا کس نداند حال من، دقیقا همون چیز است. چقدر امنیت را به دست میارین با پنهان شدن در عقب شعر؟ ما گاهگاهی وقتی بحث امنیت شده که شما ما را در بین یک جنگ، یک درگیری که از دو طرف فکر کنیم که صدای شلیک گلوله باشه رها بکنیم، شاید ما با خواندن یک شعر از این مسیر عبور کنم و نفهمم که اینجا جنگی وجود داره یا جانم در خطر است. ما با شعر، نه تنهایی که خودم شعر می سرایم یا چیزی به نام شعر، شعر دیگه شاعرها را می خونم، وقتی لذت می برم و زندگی ما تنها با همین شعر است که گره خورده. دوستایی که مرا شاید ببینن یا صدای مرا بشنون، اونا می فهمن که ما چقدر به اصطلاح صادق هستم در گفته هایم. یعنی تنها زندگی ما شعر است. ما هم تایید می کنیم که شما صادق هستین جناب. یعنی زندگی ما تنها با این شعر است. پیوند ناکس هستنیه که شما با شعر دارین. خب میشه تعریف از شعر داشته باشید؟ شعر از نظر شما یعنی چی؟ شعر خب ما دو سطحی نیستیم که بیایم شعر تعریف بکنم، به دلیلی که شاعر بودن و کسانی که میان شعر نقد میکنن این یک
سطح آگاهی بسیار بالایی از شعر و ریاضت کار داره و مطالعه کار داره که شرایط ناگوار و کار و زندگی و روزگار در جغرافیای خشونت ما را مجال نداده که به این سطح برسیم. اما شعر فکر میکنم از این دانشمندایی که در حوزه ادبیات دستی باز دارن و کار کردند، یگانه چیزی که تا هنوز از بد و خلقت انسان ها تا هنوز تعریفی مشخص و واحدی نداره همین شعر است. و بسیاری دانشمندا گفتن که مشکل است که برای شعر یک تعریف واحد آدم پیدا بکنه. اما در رابطه با شعر دیدگاه های دانشمندا و کسایی که در حوزه کار کردن هم نادیده نگرفتن. بعضی ها آمدن بعضی آثاری که به نام شعر سروده شده اونا را از حوزه شعر جدا کردن، بعضی نوشته های نثر که به اصطلاح او را به عنوان نثر نوشته بودن آمدن داخل حوزه شعر ساختن، در حقیقت شعر بوده. و بعضی هم فرق بین شعر و نثر هم مناسب ندانستن به خاطر که هر دو پیام می رسانه و هر دو به اصطلاح نوشته میشه و هر دو خوانده میشه و هر دو قرائت میشه. روی هم رفته شعر را این گونه تعریف کردن که شعر سخنی اندیشیده مرتب متوازن است که با در زبان آهنگ شکل گرفته. ما هم متکی با همین تعریف ها به این باور هستیم که شعر بیان یک احساس و بیان یک حرفی نگفته ای که نمیتونی با کسی شریک بسازی، بعد اونو میای جمع میکنی در قالب یک شعر میگذاری و کسی که میخونه و کسی که او را میبینه بعد میفهمه که تو چی گفته ای و در کدام آب و هوا و در کدام خواب و خیال هستی. تو را از روی شعرت و به اصطلاح مطالعه درونی تو را از طریق شعرت میتونن که بفهمن و پیدا بکنن. تعریف شعر در کل از دید ما بیان یک احساس و عاطفه است که منظوم است و آهنگین. جناب نایبی، اگر احساسات خود را در قالب شعر ریختانده نمیتونستین، کدام هنر را بر خود انتخاب میکردین؟ ما جدا از اینکه اگر نتوانم مثلا حالا که میتونین، اگر نمیتونستین، اگر نمیتونستم هم برای او هم پیش از اینکه نتوانم فکر کنین که نمیتونم هم برای او، یعنی تا حال به نتوانم فکر کردین، دیدتون منفی بوده که نمیتونین؟ چون ما از وقتی که آغاز کردیم هیچ گاهی فکر نکردیم که من نمیتونم، یعنی هرچی که آمده پیش آمدیم با وجود شرایط دشوار و ارتی که پیش روی من آمده با شعر پیش آمدیم. درست است که شاید من از دیدی اکثریت ها از دیدی اکثر شاعرها یک شاعر خوب نباشم و اون خودم هم اعتراف میکنم، اما آنچه که هستم با همین کنار آمدیم. جدا از این علاقه مندی ما به کار خبرنگاری و کار رسانه ای است که زیاد علاقه دارم، مثل شعر و کار خبرنگاری را دوست دارم. و خب از این دو کدامش زیادتر؟ خبرنگاری و یا والله نمیشه، من نمیتونم اینا را بینشان تفکیک بیارم. وقتی که من به کار خبرنگاری میروم، کار خبرنگاری کاری است که مثل فرزندای دو قلو است دیگه، میفهمین که بله دقیقا شما میفهمین کار خبررسانی و اطلاع رسانی یک کار دشواری هست، ولی ما وقتی که با خواندن یک شعر به دنبال یک کار خبرنگاری میرم، فکر میکنم که برای کار خبرنگاریم قوت میبخشم و انرژی میگیرم و هیچ چی ندارم. من نمیتونم بدون شعر، خب کار خبرنگاری اگر نکنی خب یک کار دیگه حداقل برای امرار معیشت میتونی بکنی، اما بدون شعر نمیتونم زندگی بکنم. ما افتخار میکنیم که شما را به حیث همسنگر با خود داریم. جناب نایبی، عرض کردین که بیشترین نوشته های شما تصنیف شده، دلیل چی بوده؟ چگونه آهنگ ساخته شده؟ دلیلی که شعرهایی که ما سرودیم بیشتر شعرهای عاشقانه بوده و هنرمندای محلی هم به خاطر زبان مردم، به خاطر که همگونی داره، نزدیکی داره با زبان مردم انتخاب کردن که مثلا میری مفتون که دوست ما، رفیق ماست و از جمله هنرمندای محبوب افغانستان محل خان است، 5-6 غزل مرا خواندن و بسیار با شوق هر جایم که میخونه اول نام مرا میگیره باز میخونه و دوستای زیادی هم از اون طریق حتی در سمت شمال هر جایی که بوده میشنون برای ما زنگ میزنه که همین لحظه در فلان جای هستم آهنگ، یعنی با برداشت مردم، با درک و فهم مردم این شعر نزدیکی داره به خاطر. و هنرمندای دیگه هم تقریبا بالاتر از 5-6 هنرمند هستن که شعرهای مرا خواندن تا هنوز با وجود سکتگیایی دارن. او غزل هایی که میر مفتون خوانده با بیننده ها شریک بسازین، اونا آهنگ ساختن و شما با دکلمه خود بخونید. من یک دکلماتور خوب نیستم، اما با صدای نه چندان خوشایند خودم میخونم. شعری که در سال گذشته مفتون خوانده شعر عاشقانه است، شعر است و هرچی که آمد آمد.
میگن ما هم میشنویم. نازنینم وقتی دختر بود دوستش داشتم، دختری با جان برابر بود دوستش داشتم. بر آهوی میان روستا پا میگذاشت، از تمام دختران سر بود دوستش داشتم. شوخ شهرآشوبی من دنبال حرفی کس نبود، سرخلاص و عشق باور بود دوستش داشتم. گاهی از دروازه می نازید و گاه از پشت بام، عادتش نازی مکرر بود دوستش داشتم. بارها زلفش گرفتم هیچ رسوایم نکرد، رازدار و نازپرور بود دوستش داشتم. موج زلفانش که پاشان می شد از دیوانگی، روی رخسارش شناور بود دوستش داشتم. از مسلمان بودنش چیزی نبود در باورم، چشمهایش سخت کافر بود دوستش داشتم. لحظه های ماندگاری را که زد در خاطرم، بوسه های روزی آخر بود دوستش داشتم. فقط همین. یک مسئله دیگه است که اونجا مفتون اضافه کرده، شعر نغمه های دلکش مفتون و شعر نایبی، داغدار ناز دلبر بود دوستش داشتم. اون میری مفتون اضافه کرده و خودش خوانده به شعر. یک بیتش سرخلاص و عشق باور بود دوستش داشتم. دخترا اینقدر ساده نباشین که عشق باور باشین، به همه نمیشه اعتماد کرد. حالا اگر پیام شما را داشته باشیم، چون زمان خیلی محدود است، و در کل وضعیت شعر در حوزه های ادبی افغانستان چگونه است، یک مقدار در این مورد هم تبصره داشته باشیم خوب میشه، ولی کوتاه‌تر. خب این سوال شما بسیار یک سوال مهم است و ارزشمند است و این باید استادای حوزه شعر ادب باید جواب بدن. از توان منی چه میگن ناتوان بسیار بالا است، اما برداشت من این است که شعر در افغانستان با متحول با شرایط بوده و هیچ گاهی از چند دهه طرف فضای ادبی افغانستان و شاعران و نویسنده‌های افغانستان فرصتی مناسبی برای اینکه بیاین در حوزه شعر، در حوزه ادبیات فعالیت های چشمگیری بکنن نبوده و در هر مرحله با محدودیت های همراه بودن. اما روی هم رفتن نمیشه که دست کم گرفت. کسایی آمدن، خصوصا بعد از تحولات اخیر با گسترش تکنولوژی و صفحات مجازی و این کارها، شاعرای زیادی آمدن کار کردن، صفحه های نوی را باز کردن، از شعر کلاسیک آمدن بیرون، ساختارهای جدیدی در شعر آوردن، کارهای زیادی صورت گرفته و ما باعث یک کسی که پیروی مکتب هستم و یکی از علاقمندان شعر و ادب هستم، آرزو میکنم که با بهبود اوضاع در افغانستان که هنوز چشماندازی قریبی ما نمیبینیم برای یک بهبود، امیدوار هستیم که روزی که این وطن با آرامش و به طرف صلح امنیت برود، دوستان ما، ادب دوستان ما، استادانی که در عرصه کار میکنن بیان دوباره برای شعر، برای یک شعری که ما بتونیم در حوزه ادبیات با کشورهای همزبانمان فارس زبان رقابت بکنیم، در عرصه کار بکنن. و هنوز شعر افغانستان به اون حالاتی که جایگاه خود پیدا بکنه من فکر میکنم نکرده، و اگر بگویم که نکردم ناانصافی است، به خاطر که یک تعداد زیاد از استادا و شاعران آمدند این راستا کارهای زیادی کردن، اما به دلیل اختناق بگویم کارهای نسبی صورت گرفته، بله، و به دلیل اختناق، به دلیل اختناق در زندگی مردم، هنوز مردم از دنیای شعر ادب آنگونه که باید آگاه باشن نیستن. ولی در یک حوزه کمی این شعر و ادبیات هست که هنوز نفس میکشه و زنده است. و ما هم خوش هستیم به این که نفس میکشه و زنده است. سپاسگزارم از حضورتان به برنامه زندگی، برنامه ما را واقعا و از این ساخته این قلمتان پر رنگ و گام هایتان استوارتر. زنده باشید. تشکر از شما. و در پایان میکشم سیم های زمان را به پیش بگذار، عقربه ها بچرخند، تا دیدار بعد، خدا نگهدار.